اسمس به شما این چیز رو میده، امکان رو میده که کانفرم بکنید فعالیت. حتما ترجیح هم اینه که روی ایمیل انجام بدید با صرافی خارجی، به خاطر اینکه این افسونه گوگل اگر روی موبایلتون نصب بکنید، موبایل خراب بشه بخواید عوض بکنید، خودش داستانیه با این صرافیه که بتونید بهش بفهمونی که من میخوام این تو اف ای رو برداری، سکند فاکتور اتنتیکیتر رو برداری و بیاری مثلا روی ایمیل. از اول روی ایمیل برین راحت تر، ایمیل سکیور انتخاب بکنید، خیلی هم ور نرید باهاش دیگه، فقط بابت این کار باشه. کاستمر ساپورتش هم چجوریه؟ یه ایمیل بزنید، همون لحظه یه سوالی بکنید جواب میده، اصلا یه توضیحی بخواید مثلا کمیسیوناتون به چه صورتیه، براتون لینکی میفرسته نمیفرسته، اینو کمک میکنه که شما بعدا به دردسرهای بزرگی نخورید. هزینه های تریدینگ فی رو در نظر داشته باشین که شما 1% از ترانزکشنتون آلردی دارین بابت کمیسیون هزینه های مربوط به جابجایی پول و خرید و فروش پرداخت میکنید. بعضا اینها میتونه یه مقدار کمتر و بیشتر هم بشه، ولی خیلی تفاوتی نداره. دقت داشته باشین که این عدد هرچه بیره بالاتر معاملاتتون، حجم معاملاتتون 1% باید کمتر بشه. آیا یه سری هزینه های مخفی هم دارن اینا صرافی برای زرنگ دیگه، از اون ور به شما بدیدین اینکلود کامیشن و اکسکلود کامیشن بود توی بیس اکسچنج با هم چک کردیم. کمیسیون روی چی میگیرن؟ روی ویدرا میگیرن، روی مثلا خدمتتون عرض شود که روی یه سری کوین های خاص یه عدد بیشتری میگیره. اینا چک کنید دیگه، اینا بالاخره کاسبن دیگه، بلدن چیکار کنن. هزینه های دیپوزیت کردن تو کیف پولاشون رو ببینید و اینکه بعضا هم بهتون یه پیشنهادایی میدن، میگن که اگر میخوای سریع مثلا اینو من 24 ساعت طول میکشه انتقال بدم، دقت داشته باشین زمان انتقال مهمه. اون کانفرمیشن 1000 خورده کانفرمیشن بود دیدین، میگه که اگر میخوای خیلی سریع انجام بدی این نرخ 1% کارمزد میشه 4%، 5%، عددش رو عوض میکنه. حواستون باشه اینا هزینه های مخفیه که برای اینا هم بلدن چیکار کنن دیگه، به سرمایه گذار تحمیل میشه. حواستون باشه کمترین نرخ رو پرداخت کنید. در نظر داشته باشیم که باز هم دارم تاکید میکنم برای سود بلند مدت، سرمایه گذاری بلند مدتی که تو بازار کریپتو مد نظرتون هست، اون چند هزار دلار، چند صد هزار دلاری که اگر بهش برسه، شاید مثلا این 100 دلار و 50 دلار و 200 دلار خیلی نقشی نداشته باشه، ولی دقت بکنید این وظیفه من بود به عنوان مدرس که به شما این مسئله رو منتقل بکنم. و ضمناً لیگال اسپکتش چجوری ساپورت میکنه؟ به قول معروف تعدادی از کشورها رو، بعضی کشورها رو ساپورت نمیکنه، خب ایران هم همیشه توی این لیستا هست. شفافیتش مهمه، دفترش کجاست، هدکوارتر داره یا نداره، آدرسی دارن ندارن، اینا میشه چک کرد. ریویو خوندن بهتون کمک میکنه. رپیتیشنش چقدر به قول معروف قبلا مورد چی قرار گرفته، حمله قرار گرفته، آیا اتفاق بعدی براش افتاده نیفتاده. خیلی از صرافی ها نابود شدن و مدیر عاملاشون زندان افتادن به خاطر مثلا حمله که انجام شده و دادگاه هم تشخیص داده که اینها چی بودن، کوتاهی کردن در این خصوص. بعد تای همه اینا چی؟ یوزر فرندلی باشه، راحت بتونید باش کار کنید. دیدین اون سایتی که من رفتم همینطوری انتخاب کردم از اون لیست بست اکسچنج، خیلی شفاف تو صفحه اول گفته اینا رو دارم، اینا رو میدم، چه نرخی داری میزنید، این زیرم آدرستو بنویس. اگر مثلا XRP انتخاب کرده بودیم یه تگ دستینیشن هم بهمون میگفت بنویس و تمام. اینا رو هم باید درش در نظر. آیا با پول فیات هم اکسچنج میکنه یا نمیکنه، یعنی پول فیات هم میپذیره یا نمیپذیره، به من پرداخت میکنه یا نمیکنه، لیوریج دارد یا ندارد. خب این خیلی توصیه نمی کنم در ابتدای کار برین سراغش. مثلا یه دونه واحد خریدین، اندازه 10 واحد، 100 واحد، 250 واحد بتونید تو حالت سود و زیان ازش استفاده کنید، که این بحث دوره‌های حرفه‌ایه. و اینکه هر چیزی دیگه که خودتون در بر اساس تجربه خودتون بهش میتونید برسید که به این لیست میشه اضافه کرد. روش‌های خرید و فروش هم که با کارت شتابی اینا که بهتون گفتم خیلی کار سختی نیست. الان میخوام یه نمونهش خرید بزنم. ارزهای دیجیتال به یکدیگر هم که انتخاب صرافی و کارمزد انتقال و انتخاب کیف پول مناسب و اینا هم که درش هست. ارزهای دیجیتال خاص هم از صرافی‌های خارجی، اگه فایننس اینا نمیتونید کار بکنید، دقیقاً داش یوبیت هم بد نیست، میشه باش کار کرد. والت هم که جلسه بعد صحبت می‌کنیم، ادراپ هم قبلا بهش اشاره شده. دلیل کار کردن اونم با صرافی خارجی توی این صحبت هم عرض شد، عدم تامین مقدار مورد نیازمون در داخل.
رمزی که رمز ارزی که میخوایم ندارن. اختلاف قیمتی ریالی دلاریش بعضی موقع ها اینجا شما میبینید که گرونتر تبدیل میشه با حتی همه کمیسیونی که پرداخت میکنید، ترجیح میدی بری از بیرون بگیری بیاری، و بعضی موقع هم شما نمیخواید تبدیلش کنید. الان اینجا حالا بعضا این امکان اضافه کردن که میتونید به تتر هم تبدیل کنید تو بازار حرفه ایشون، اما بعضیا نه، همون موقع نقد ریالی میکنن و خب این برای ما خیلی جذاب نیست. خب اینجا دیگه خیلی مطلب چیزی نداریم، من بیارم بالا. ببین معیارهای انتخاب صرافی خارجی هم به غیر از اونی که گفتم، قیمت مناسب، رتبه اعتباری صرافی 7/24 چیز داشته باشه، ساپورت داشته، هزینه پنهان هم که با هم دیدیم. واریز و برداشت از صرافی به کیف پول با گزینه ویدرا انجام میشه. دقت بکنید معادل انگلیسیشه، برداشتم که توی فارسی روی این صرافی ها هست. ردیابی انتقال هم که روی اون کیف پول ثروتمندان و توی بیت کوین و اتر دیدیم با هم دیگه، همین داستان توی تمام کوین ها وجود داره، اکثرشون و آلت کوین ها، کوین و آلت کوین ها و توکن ها وبسایت مربوطه رو دارن که اونجا قابل آدرس کیف پول بزنید ردیابی میشه. جلسه بعدیمون در مورد استیبل کوین و وچر هست. البته من میخوام جابجاش کنم با کیف پول، این اگر کیف پول تموم شد میام سراغ استیبل کوین و وچر، چون کیف پول اهمیت بیشتری داره. شما الان رفتین پای خرید، من اینجا استوب کنم برم سراغ شیر صفم. الان میخوام وارد سایت نوویتکس بشم، فقط میخوام یه بار خرید با هم ببینیم. ورود، یه کپچا داد. خب الان من وارد بازار نوویتکس شدم، صفحه منو که انشالله همه میبینه. من از تهمونده خریدی که دارم 300 خورده 1000 تومان باقی مونده. قیمت رو دیدم، ببینید یه قسمت داشبورد داره که همینا رو داره به ما نمایش میده، خریدار رو میگه، حسابداریش، قسمت واریز ریالی، برداشت، افزودن کارت، تراکنش هایی که انجام دادی، کیف پولتونه، سفارشات بازتونه، بازار اصلی که بازار ساده بیت کوین تومن اتر تومنه، از این ور بازار حرفه ایش بیت تتره، اتر تتره، که این بازار حرفه ایش مدتی باز شده که همون مشکلی که ما گفتیم توی صرافی اونوری باید دقت داشته باشیم. پروفایل تاریخچه و امنیت و حالا دیگه معرفی دوستان و سفارش سریع داره. ببینید من مثلا میام اول بازار اصلی بیت تتر رو میزنم، بیت تومن رو میزنم، یه صفحه باز میشه. توی این صفحه اول از همه من یه نمودار دارم میبینم وسط که حالا تا باز رفرشه که نوسان قیمت تو همین بازار رو داره میگه، بازار نوویتکس. یه خرید بیت کوین، فروش بیت کوین. ببینید اگر میخوام بخرم که باید توی این سمت راستیه اوردرم بذارم، بخوام بفروشم توی این سمت چپیه. اینجا پیشنهاد فروش چقدر میگه که انقدر میزان BTC داره با قیمت پایه این میزان اومده گفته کل مبلغ مثلا اینو میفروشم 13 میلیون. معادلش هم اینور برای خرید اوردر گذاشته. شما میتونید سفارشتون رو مثلا بر اساس قیمتی که میخواین، مقدار BTC و قیمت واحد مد نظرتون بگید. من مثلا الان 918 میلیون مد نظرم نیست، 900 میلیون مثلا مد نظرم بمونه تا خرید انجام شه. خب این یه ریسکایی داره که شما باید مد نظر داشته باشین، شاید هیچ وقت به اون قیمت نرسه و رد کنه بره بالا یا بریزه پایین که مثلا پوشش هم داده و خریدتون انجام شد. اما یه راه ساده تر اینه که من سفارش سریع میخوام بذارم، یعنی اصلا کاری ندارم، همین الان میخوام برام بخره. گفتم چقدر بود 300 و چقدر بود تو کیف پولم،
316 میخوام همش رو بخرم. کل مبلغ به تومن 316 هزار تومن. میگه اینقدر بهت بیت میدم. ثبت سفارش، تایید، درخواست معامله با موفقیت انجام شد. وقتی برم سراغ کیف پولم یه F5 هم بزنم، شد 675 تومن توی کیف پول ریالی. حالا من یه F5 هم زدم این وسط، گفتم سریعتر انجام شه و اومده نشسته تو قسمت بیت کوینم. اترم هم مشخصه، بقیه کوینایی هم که اینجا دارم مشخصه. به همین سادگی شما تونستین این نقل و انتقال انجام بدین. در نظر داشته باشین مثلا اون چیزی که بهتون میگفتم روی XRP، ببینید یه تگ داره، اینه خودشم گفته هنگام واریز و برداشت به تگ توجه کنید. یه ممو داره تو اصطلاح، یه اینم باید کپی کنی همیشه بذاری. حالا هم کیو آر اینه هم کیو آر اینه. اینجا هم دقت داشته باشین دیگه، مثلا برداشته وقتی میخواین از این چیزی که توی کیف پولتون داریم برداشت بکنید بریزین یه جای دیگه. واریز هم هست، وقتی واریز بزنین انگار داری شماره حسابتو به یه کسی دیگه میدی، همین کپی میکنی میدی به کسی دیگه. بریم این بر برداشت، آدرس گفته که میخوای چقدر برداری، میگی مثلا این میزان، من الان بی سی اچ هم صفره، این میزان بیت کوین کش میخوام بردارم، آدرس کیف پول مقصد اینجا میزنم، کارمزد رو اینجا مشخص کرده، درخواست رو میزنم، یه ایمیل میاد توی ایمیلام، تاییدش که میکنم کار انجام میشه. به همین سادگی شما تونستی یه خرید روی نوبیتکس انجام بدین. من از این صفحه خارج میشم و امیدوارم که از این استفاده کرده باشید. الان 9:01 دقیقه است. بذار ببینم چقدر دیگه چیز داریم.